شاید بیراه نباشد اگر بگوییم خطای محاسباتی سبب کشته شدن ناصرالدین شاه قاجار هم شده است. طبق نوشته داماد وی، خوشحالی پادشاه از جان به سلامت بردن از مرگ طولی نکشید و اجل به او هم مهلت نداد. به کانال موجیشو خوش اومدید. توی این ویدیو به سراغ ماجرای پیشگویی رفتیم که ناصرالدین شاه رو به کشتن داد. حتماً تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. ناصرالدین شاه قاجار در 25 تیر ماه سال 1210 به دنیا آمد. بعد از شاپور دوم ساسانی و طهماسب به اول صفوی، وی با 50 سال پادشاهی بعد از شاپور دوم ساسانی و طهماسب به اول صفوی طولانی ترین دوره پادشاهی را در بین تمامی پادشاهان ایران داشته است. شاید اگر ناصرالدین شاه محتاط تر بود، رکورد این دوره هم می شکست. ناصرالدین شاه نخستین شاه ایرانی بود که برای بازدید از فناوری و تمدن غرب راهی اروپا شد. وی اولین نخست وزیر خود امیرکبیر را به قتل رساند. ناصرالدین شاه اولین شاه ایرانی است که خاطرات خود را نوشته است. درباره روز ترور ناصرالدین شاه توسط دوست علی خان معیرالممالک چنین آمده که دوست علی خان داماد و محرم ناصرالدین شاه از خواص دربار بود. اطلاعات او دست اول و از درون حرمسرا و کاخ شاهی بود. وی به همین دلیل گنجینه ای از عکس‌های درباریان از جمله زنان شاه را به یادگار گذاشت. معیرالممالک در کتاب یادداشت‌هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه چنین نوشته است: جمعه 18 ذی‌قعده سال 1313 فرا رسید. شاه بامدادان به گرما برفت و بنابر عادت ناشتایی را با اشتهای فراوان در حمام خورد. تاج‌الدوله به استقبالش رفت و زبان نیز به تبریک و تهنیت گشود. شاه در جوابش گفت: تاجی، به حمد الله امروز دماغی داریم. آنگاه کلاه را از سر برداشت و به هوا پرتاب کرد. حاضران از مشاهده این حال سخت در شگفت شدند، زیرا از آنجا که شاه را تارمویی بر فرق سر نبود، غیر از هنگام خواب هرگز از سر کلاه بر نمی داشت. ناصرالدین شاه که سبب تعجب آنان را دریافت گفت: آری، بسیار مسرورم و باید سر آن را برایتان بگویم. آنگاه چنین حکایت کرد: در اولین سال سلطنتم محمد ولی میرزا که در علم هیئت و نجوم استاد بود، طالع مرا استخراج کرد. آنچه پیش بینی کرد در آغاز سلطنت از قبیل سوء قصد، سه بار مسافرت به اروپا و چند پیش آمده دیگر، جملگی بدون کم و کاست درست در آمده است. از جمله گفت: در 16 ذی‌قعده سال 1313 در روز پنج شنبه خطری بزرگ تو را تهدید می کند. هرگاه روز مزبور را به شب رساندی، بدان چند سال دیگر هم با کمال اقتدار سلطنت خواهی کرد. اینک آن روز که دیروز بود به خوشی سپری شد. به پاس این محبت امروز به حضرت عبدالعظیم مشرف می شوم و نماز شکرانه را در حرم مطهر وی به جای خواهم آورد. سه روز دیگر هم مراسم جشن قرن آغاز خواهد شد. چون شاه قدم در صحن حضرت عبدالعظیم نهاد، میرزا علی اصغر امین السلطان صدر اعظم وی پیش رفت و گفت: چون چیزی به ظهر نمانده، نهار را در یکی از باغ‌های مصفا بخوریم و بعد از ظهر که ازدحام زائران کمتر می شود به زیارت مشرف شوید. شاه در جواب گفت: خیر، باید نماز ظهر را در حرم بگذارم. حاجب الدوله گفت: چون درون حرم ازدحام زیاد است، امر بفرمایید تا تخلیه کنیم. شاه در جوابش گفت: آنان به کار خیش مشغول هستند، ما نیز به کار خود می پردازیم. آنگاه به درون حرم رفت و به زیارت پرداخت و پس از طواف در قسمت بالای ضریح ایستاد و بنابر عادت دستمالی را از جیب بیرون آورد و به نماز ایستاد.
چون از نیایش به درگاه پروردگار فارغ آمد، میرزا رضا کرمانی با ظاهری آرام و نیازمند به جانب شاه آمد و همین که به تنگ او رسید، پاشنه تپانچه را که زیر نامه پنهان ساخته بود، فشرد. صدای تیر نیز در حرم تنین انداز شد و گلوله هم بر قلب شاه نشست. شاه بیچاره دست بر زخم دل نهاد و سوی آرامگاه همسر محبوبش جیران شتافت. اما چند گام به مقبره مانده، پایش از رفتن باز ماند. آهی کوتاه از سینه برآورد و نقش زمین شد. صدر اعظم چون چنین دید، فرمان تخلیه داد و گفت تا کالسکه سلطنتی را که بیرون بازار ایستاده بود، به درون صحن آوردند و در برابر ایوان باز داشتند. آنگاه به امین خاقان، پدر عزیز السلطان که کوتاه قد و باریکندام بود، گفت زیر لباده شاه برود و از پشت سر او را با هر دو دست محکم نگاه دارد. عینک دودی دوردارش را نیز بر چشمش نهادند و صدر اعظم و مجد الدوله چنان دو سویش قرار گرفتند که گویی شاه به آنان تکیه کرده است. بدین گونه جسم بیجان سلطان صاحب قران را که سرانجام نتوانسته بود از سرنوشت خیش جان سالم به در برد، درون کالسکه بردند. امین خاقان که همچنان در پشت نشسته و شاه را به هر دو دست روی زانوی خود نگه داشته بود. اتابک روبروی او قرار گرفته بود، مانند این که با وی سخن می گوید. گاه لبخندی می زد و زمانی سری می جنبانید تا به شهر رسیدند و او را یک سر به قصر گلستان بردند. چون با پدرم وارد قصر شدیم، گروهی را دیدم که شتابان زینتها را بر می چینند و همه جا را سیاه پوش می کنند. مجد الدوله نیز پیش ما آمد و ما را به نارنجستان بزرگ برد. در آنجا جسد شاه را دیدم که زیر درخت‌های نارنج کنار یک حوض بلورین که هدیه ملکه انگلستان بود، روی نیم تختی به خواب جاویدان رفته است. دکتر تولوزان دست بر سینه بالای سرش مات و مبهوت ایستاده بود. او به مدت 20 سال پزشک مخصوص ناصرالدین شاه بود. از شاهزادگان سالخورده و وارسته، شاهزاده فریدون میرزا بود که ریشی بلند به رنگ کافور داشت و برای غسل جسد آمد. در این هنگام پزشک مخصوص ناصرالدین شاه هم گامی پیشتر نهاد و انگشتش را آهسته در زخم سینه شاه فرو برد و گلوله دل شکاف را بیرون کشید و با صدایی گرفته و لرزان گفت: اگر شاه لباس دیگری بر تن داشت، جان نیز به سلامت می برد. زیرا گلوله چندان نیرومند نیست و فقط بر قلب نشسته است. آنگاه آن فلز شوم را میان پنبه جای داد و در جیب خود نهاد. و سرانجام ناصرالدین شاه در سال 1275 خورشیدی و در آستانه مراسم 50مین سال پادشاهیش به ضرب گلوله در سن 65 سالگی توسط میرزا رضا کرمانی که یکی از پیروان سید جمال الدین اسدآبادی بود، ترور شد. او را در حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری در جنوب شهر تهران به خاک سپردند. ممنون از این که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.